سرخط اخبار: توقف رشد بازارهای چین در پی تهدید به تحریم مقامات چینی، اما داده های جدید اقتصادی حاکی از بهبود است. ایالات متحده رکورد جدیدی در شمار مبتلایان ثبت کرد و آژانس انرژی بین المللی هشدار می دهد که این وضعیت می تواند به تقاضای نفت آسیب برساند. با کاهش محدودیت ها صنعت در فرانسه و ایتالیا به شدت صعود کرد. و البته اخبار جفت ارزها و ارزهای مجازی. در مشروع اخبار آنچه باید در بازارهای مالی امروز بدانید را به سمع و نظر شما خواهم رساند. با عرض سلام و شب خیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرسکیلز. امروز جمعه 10 جولای 2020 برابر با 20 تیر ماه 1399 با اخبار شبانگاهی بازارهای مالی در خدمت شما هستیم. مشروع اخبار: بازارهای چین کاهش یافتند. با توجه به گزارش هایی که بانک های دولتی خریدهای خود را قطع کردند، رشد بازار سهام چین کاهش یافت. شاخص سهام شانگهای با افت 2% روبرو شد، اما هنوز هم در 10 روز اول این ماه بیش از 13% رشد کرده است. این برخلاف زمینه برای بهبود اقتصادی است که شتاب می گیرد. بر اساس داده ها، وام های جدید در ماه ژوئن در 3 ماه گذشته به بالاترین حد خود رسید، اما همچنین در زمینه تضاد فزاینده آشکار بین چین و غرب تحت تأثیر قرار گرفته است. ایالات متحده در روز پنجشنبه مقامات عالی رتبه منطقه‌ای را در استان غربی سینکیانگ تحریم کرد و همچنین هزینه های دفاع هوایی خود در تایوان را افزایش داد. یوان در پی این تغییرات به 7.1 در مقابل دلار رسید. افزایش تعداد مبتلایان و مرگ و میر در ایالات متحده: ایالات متحده رکورد 63,000 مورد مبتلای جدید به کووید 19 را روز پنجشنبه بر اساس داده‌های دانشگاه جان هاپکینز منتشر کرد. تگزاس، کالیفرنیا و فلوریدا همگی رکورد جدید مرگ و میر را ثبت کردند، در حالی که آریزونا بیشترین تعداد عفونت جدید را در 6 روز ثبت کرد. منطقه هریس که شامل هیوستون و میامی می شود، هر دو از افزایش سطح استفاده از مراکز مراقبت های ویژه خبر دادند. ایالت نوادا مجددا محدودیت هایی را برای غذاخوری ها و بارها در فضای باز وضع کرد، در حالی که کنتاکی به لیست ایالت هایی که نیاز به پوشیدن ماسک در فضاهای عمومی دارند پیوست. همینطور هنگ کنگ در پاسخ به تعدادی از موارد جدید کشف شده در روزهای اخیر مدارس خود را تعطیل کرد، در حالی که ملبورن دومین شهر استرالیا تحت قرنطینه قرار گرفته است. تولیدات در کارخانه های فرانسه و ایتالیا به شدت بالا می رود. پس از آنکه فرانسه و ایتالیا در ماه می روند بازگشت مجدد در صنایع بزرگ صنعتی خود را شروع کردند، روند بازگشت اقتصادی در اروپا کمی امن‌تر به نظر می‌رسد. میزان تولیدات فرانسه در ماه 19.6% افزایش یافت، در حالی که ایتالیا که به دلیل شدت همه‌گیری در استان‌های صنعتی خود افت شدیدتری را تجربه کرده بود، 42.1% میزان بازگشت را ثبت کرد. این داده ها از انتظارات بسیار جلوتر بودند و داده های ضعیف‌تر از آلمان در اوایل هفته را جبران کردند. در جای دیگر، رئیس شورای اتحادیه اروپا چارلز میشل پیشنهاد سازش برای شکستن بن‌بست در مذاکرات درباره صندوق بازیابی 750 میلیارد یورویی ارائه داد که میزان انتقال بین کشورها را به سطح بی سابقه ای افزایش می دهد.
یورو بعد از این اخبار با 0.1% افزایش به 1.1297 در مقابل دلار رسید. IEA در مورد تقاضای نفت هشدار می‌دهد. قیمت نفت خام دو هفته پس از هشدار آژانس بین‌المللی انرژی در مورد خطر کاهش تقاضا در پی گسترش ویروس کرونا در آخرین گزارش ماهانه خود به پایین‌ترین سطح خود رسید. آژانس بین‌المللی انرژی گفت شمار بالا و در برخی از کشورها شتاب گرفتن موارد مبتلا به کووید 19 یادآور نگران کننده است که این بیماری همه‌گیر تحت کنترل نیست و خطر برای چشم‌انداز بازارها تقریباً با افت روبروست. با این وجود این آژانس مستقر در پاریس پیشبینی خود را برای میانگین تقاضای نفت با افزایش 400 هزار بشکه در روز به 92.1 میلیون بشکه تغییر داده است تا این واقعیت را نشان دهد که میزان مصرف کمتر از حد قبلی در سه ماهه دوم کاهش یافته است. امروز نفت خام ابتدا در پی این اخبار کاهش 2% داشت، اما بعدتر با بازیافت قیمت‌ها در بازار با رشد مواجه شد و هم‌اکنون در زمان بازگشایی بازارهای امریکا با 1.3% رشد بار دیگر به بالای 40 دلار برگشته، در حالی که ساعت قبل در 38.60 دلار معامله شده بود. رفتار متضاد امروز بازارهای سهام. واکنش و تغییرات بازارهای سهام امروز کاملا در جهت مخالف روز قبل بود. امروز بازارهای سهام آسیا با کاهش روبرو بودند. نیکی ژاپن 1% از دست داد، هانگسنگ 1.9% و شانگهای 2%. اما در اروپا و با رشد بهتر داده های اقتصادی و تولیدات صنعتی، یوکی 108% دالس 1.2% و سی ای سی 40 فرانسه 1% رشد داشتند. در امریکا نیز در ساعت اولیه آخرین روز کاری هفته بازارها به احساس و روند مثبت خود بازگشتند. در ساعت اولیه و در حالی که نزدک بالاتر از 10500 دلار و به صورت مسطح معامله می شود، داو جونز 0.9% و S&P 500 0.5% رشد داشتند. با کاهش دلار ین افزایش داشت. امروز شاخص دلار با 0.2% کاهش به 96.50 واحد برگشت، در حالی که ین ژاپن با رشد 0.4% بهترین نمایش را داشت و آوسی استرالیا نیز با 0.1% کاهش ضعیف‌ترین ارز روز بود. و در انتها اخبار ارزهای مجازی. ارزهای مجازی اکثرا مسطح و با تغییرات اندک معامله شدند. امروز و در بین مهمترین ارزهای مجازی بیت کوین بدون تغییر در 9250 دلار معامله شد. لایت کوین 0.3% رشد داشت. اتریوم 0.7% و ریپل 1.3% کاهش داشتند. با سپاس فراوان از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت میکنم. برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را به آدرس @polskidsnews دنبال بفرمایید. شب و روزگارتون خوش، شاد و پیروز باشید.